در شاید چه برای شما هم کم خدمتون بحث اینه که ما خودمون هم در دوره طاغوت خیلی چیزا رو فهمیدیم. مثلا ما میدیدیم که فساد در دوره طاغوت رو هم به حد بالایی رسیده بود. خانواده ها دخترشون اصلا بدون حجاب همراهش با حجاب هم نشتن تو مدارس برن، چطور؟ مدارس فساد داشت. دروغ میزنی، دروغ میزنی. دخترهای ما مثلا با عکس بدون حجاب میداختن بسا توی جوان فاحش خانه هایی که شهر را میانداخت. چرا چرا ببین بزرگوار، دروغ گفتن شما این دروغ گفتن الان شما ببینید تو دنیا اگر ما نبودیم، ایران نبود، الان هر امر که زنده با خاک یکسان کرده بودن اینا. حالا جواب را گوش کن جانم، حالا گوش کن. ای بله، این جواب این خب حالا گوش کن، حالا گوش کن. ببین این که شما میفرمایید که زمان شاه، بله شاه خودش فاحشه‌خانه درست کرده بود، که این که دروغه. شاه بله آدم بدی بود، اما اینقدر بی‌غیرت نبود که خودش بره شخصا اونجا فاحشه‌خانه درست بکنه. اون زمان اونجا این چیزا آزاد بود، در خیلی از کشورهای اسلامی الان هم آزاده، در پاکستان اونجا مثلا این چیزا همین الانش هم آزاده. این که شراب آزاد بود درسته، این که اما این که شما دروغ زدی که گفتی که زنهای ما را مجبور میکرد که شما حتما بی حجاب بشوید. زمان پدرش کشف حجاب بود، زمان رضا خان، اما خود شاه زمانش حجاب آزاد بود، هر کسی که حجاب میخواست بپوشد مانع نبود. و این دلیل نمیشود که اگر در یک کشوری فاحشه خانه بود اونجا قیام مشروعه، که حتما شما باید قیام بکنید. این امور در خیلی از کشورهای اسلامی بود، در زمان ائمه اطهار علیهم السلام شراب و حساب کتاب گوشه و کنار بود. اما ائمه علیهم السلام امر کرده باشد چون شراب هست شما قیام بکنید، من جای سراغ ندارم. بله، و ائمه علیهم السلام فرمودن که شما صبر بکنید و راه مبارزه با فاحشه خانه و با شراب و با بیهجابی تشکیل دولت نیست، راه مبارزه با آن تبلیغ دین و دعوت مردم به راه خدا هست. و همین که این که طریق آقای خمینی بد بود و اشتباه بود، دلیلش امروزه که امروز فحشا در ایران بیداد میکنه و بدحجابی خیلی امروز بدتره تا زمان شاه و خیلی زیاده، گرچه غیر قانونی هست اما شراب خیلی به صورت وسیع در ایران مصرف میشود و فحاشی هم که خیلی بد از ایران، که همونطوری که از عدم دیانت جوانها و دین گریزی جوانها واضح و روشنه و مردم دست دست کلیساهای خانگی ما در دنیا نشنیدیم، در هیچ جای دنیا رواج نداره، در ایران پره. شما در یک روز شنیدید که در عراق کلیساهای خانگی در کشور شما بعد از انقلاب پر شده. اما این فرمایش شما که گفتید که اگر در ایران نبود حرم حضرت زینب سلام الله علیها را اونها با خاک یکسان میکرد. ببین این موج شیعه ستیزی که به وجود آمده به خاطر ایرانه، به خاطر ایرانه. و آقای خامنه ای هم این که اونجا در سوریه اونجا مداخلت میکند و از بشار اسد دفاع میکند به خاطر تشیع نیست، به خاطر حرم حضرت زینب سلام الله علیها نیست، به خاطر اینکه بشار اسد برای خامنه ای منفعت دارد، متحد سیاسیشه، نه به خاطر مذهب. و امین آقای خامنه ای شما اینقدر که میگید که حرم حضرت زینب سلام الله علیها رو دفاع کرده، درباره بقیه چند سخنرانی کرده؟ یک سخنرانی به من نشان بده چه قدمی برداشته برای بازسازی حرم بقی؟ گوش کن دیگه، دروغ نزن، یک سخنرانی نداره، اونا برام ایمیل بکن. اینا همش دروغه. شیعیان افغانستان نابود شد به خاطر ایران، شیعیان پاکستان نابود شد به خاطر ایران، جنگ ایران عراق، شیعیان عراق نابود شد به خاطر حکومت ایران، شیعیان ایران نابود شد به خاطر حکومت ایران، حوزه علمی نجف اشرف صدام رو نابود کرد به خاطر ایران، شیعیان کویت زیر پای وهابیا له شدن به خاطر ایران، شیعیان عربستان له شدن به خاطر ایران، شیعیان قطر قطیف و غیره، شیعیان بحرین امروز زیر پا له میشن به خاطر همین که شما دنیا را دشمن شیعه ساختید. گفتید ما بله حکومت شیعی میسازیم، حکومت شیعی هم که نسازید، نساختید، فقط تشیع را بدنام کردید، برای شیعه دشمن درست کردید. شما برو عالم دینیت را بیار بگو با من صحبت بکنه، او میفهمه دلیل شرعی چیه. شما که دلیل شرعی را که نمیفهمید، فاحشه خانه بود در زمان شاه، خب الانم پر ایران فاحشه خانه، الانم اون یک سردار سپاه نیروی انتظامی بود، چند سال پیش آقای چی بود یادم رفت، یک سردار بود که در ایران یک علی عزب الله خیلی عذر میخوام یک جای فاحشه خانه را گیر آوردن، همین چند سال پیش در اونجا چند تا زن بدکاره بود، رئیس نیروی سپاه نیروی
رئیس نیروی انتظامی تهران خود اونا مصاحبه گفته بود ما را اینجا جمع میکرد، ما را علی عزب الله بدون لباس میساخت، میگفت نماز جماعت بخوانید. زمان شام چنین فسادی بود، زمان شام چنین فسادی بود که این چنین اونا را زنا، خود این رئیس نیروی انتظامی یک جنرال هم بود بعد زندانی شد، گندش اینجوری در آمد. اونا زنهای بدکارا را در یک ساختمان جمع میکرد، اونا را بعد مثلا لباس اینا را علی عزب الله، بعد اینا رو میگو شما نماز جماعت بخوانید. پدر سختر. همین الان هم اینترنت سرچ کنم خبراش موجود تا بین الان. این قضیه مال 6-7 سال پیشه، شاید هم کمتر بیشتر، مردم هم همه گیش بیاد دارن. بله اون ما آمدی که با فحاشی مبارزه بکنیم. این رئیس نیروی انتظامی تهرانه و رئیس نیروی انتظامی تهران هم کسی نصب می شود که او خیلی قریب با آقای خامنه ای باشد. حالا شما می فهمید که اون کسی که اقارب آقای خامنه ای دور حلقه آقای خامنه ای چقدر اونا کثیف هستند و چقدر اونا بله در شهوات و در کثافت های شهوانی چقدر غرق هستند. از این واقعه برای شما واضح روشن میشه. علیه السلام مشکل شما رو حل کنه. این دوستان عزیز آقای زارعی، بازداشت سردار زارعی رئیس پلیس تهران در یک خانه، در یک خانه فساد به امرای 8 زن، خبرنامه امیر کبیر. این ریش رو ببین، این ریش هم گذاشته پدر سخته. بله اونجا الان داستانش معروفه، اونا برهنه میکرد میگفت بیاد نماز جماعت برام بخونی. زمان شاه فساد بود.